یه عالم بزرگواری است الان تو قم زنده است، آیت الله سید محسن خرازی، سید بزرگواری است. ایشون کتابی داره به نام روزنه‌های از غیب، جوونا بخرید بخونید، کتاب خوبیه. آیت الله سید محسن خرازی، روزنه‌هایی از غیب. تو این کتاب نقل میکنه از مرحوم آیت الله احمدی میانجی، نگفتی خدا رحمتش کنه، شیخ بزرگوار لطیفی بود، خدا رحمتش کنه. بازار تو این کوچه هست، سرا بازار، تو این بچه نماز میخون، خدا رحمتش کنه. ادیشون نقل میکنه، میگه آیت الله احمدی میانجی برام نقل کرد، تو این کتاب نوشته ها، من دارمش، کتاب خوبیست، بخرید بخونید. میگه که برام نقل کرد، گفت یه رفیق داشته به نام امیر زید الله، خدا یه پسر بهش داشت، یه پسر بهش داد خدا. این بچه سر داشت، سردرد شدید میگرفت، تشنج میکرد، خش میکرد، وقتی هم خش میکرد خود نجس میکرد، خراب میشد خیلی. هرچی دکتر دوا بردیم اثر نمیکرد، خوب نمیشد، چون سر دوا نداره. هر جا دکتر دوا بردیم خوب نمیشد. دایا بچه اومدند و از زبان این بچه یه نامه نوشتن به علی اصغر سلام الله علیه، یه نامه نوشتن به علی اصغر سلام الله علیه. حالا اما از زبون بچه، نه یعنی منم می‌نویسم، فرض کن من دایه بچه، از زبون خودم نبا، از زبون این بچه. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم علی اصغر، من یه بچه‌ای هستم 4-5 سالمه، اون آقا الان زنده است، زن و بچه داره. ایشون نوشته میگه این آقا الان زنده است و مردی و زن و بچه داره، خدا شفاش داده. آقا علی اصغر، من یه بچه کوچیک هستم، سر دارم، سرم درد میکنه، قش میکنم، بیحال میشم، هرچی هم دکتر دوا رفتم فایده نکرده، من توسل به تو پیدا میکنم، جون بابا، جون رقیه، جون سکینه، منو شفا بده. از زبون این بچه یه نامه نوشتم به علی اصغر سلام الله علیه. انگشت بچه را، چون بچه خود امضا نداره، انگشت بچه را به عنوان امضا جوهری که گذاشتن پانامه. آیت الله احمد میانجی رحمت الله علیه فرموده بودند که امام زید الله برام نقل کرد، گفت این نامه را ما دست گرفتیم چیکارش کنیم، خبر شدیم که چند نفر دارن میرن کربلا. گفتیم آقا دلیل میری کربلا؟ گفت بله. گفتیم اینا بگیم مال مدت تو امام حسین، چون علی اصغر آقا امام سجاد جلو سینه امام حسین دفنش کرد، چون علی اصغر با نیزه از تو زمین در آوردن، سرش را میخواستن ببرن جایزه بگیرن، در آوردن جلو سینه آقا دفنش کرد. و حالا که داری گریه میکنی و اینجا عزا خونه و مداح و پیل غلام امام حسینه، افتخارم میکنه، منم افتخار میکنم، افتخارم داره، دوتا سر بود به نیزه بند نمیشد. یکی سر علی اصغر بود، البته کوچیک بود، یکی سر عباس بود. ماشاءالله. عرصمت بر این که نوشتن نامه را، او وقت اینا حالا میگم در آوردن، بعد حالا میگم روزه که میخوام بخونم میگم، انگشت رو گذاشتن پایین نامه، خبر شدن که چند نفر دارن میرن کربلا. گفتن آقا دارن میرن کربلا؟ گفت بله. گفت اینا به دست امام حسین، دست علی اصغر. گذشت یه چند وقت بعد، من شب خواب دیدم، گوش کنید، یه شب خواب دیدم که رفتم حرم امام رضا، واره کشمدم آقای امام رضا تو حرم وایساده. فرمود امیر زید الله؟ گفتم بله آقا. فرمود نامت به دستم رسید، دادم به عموم علی اصغر. امام رضا فرمود آ. من خیلی ممنون، بیداشتم دم بچه‌م خوب شد، امروز فردا پس فردا روز بعد روز بعد دیدیم دیگه اثری از سر و تشنج و قش کردن و سردرد و اینا دیگه نیست، بچه خوب شد. اما برای من معما شده بود که من نامه دادم به حاجی، گفتم تو ذریح امام حسین بنداز، به چه مناسبت امام رضا این وسط کجا بود؟ امام رضا به چه مناسبت این وسط؟ میگد که من نامه دادم به عموم علی اصغر، این به چه مناسبت؟ علی از امام رضا به چه مناسبت؟ مونده بودم فکری. یه چند وقت گذشت، رسیدم به اون حاجی که من نامه را بهش داده بودم، به اون حاجی نبا، اون آقا، حالا نمیدونم حاجی بوده یا نه، چون تو کتاب نیست حاجی، نوشته به اون آقا. رسیدم به اون آقا، گفتم آقا سلام و حال و احوال و بغلش کردم، گفتم آقا زیارت قبول، کربلا خوش گذشت؟ گفت ما کربلا نرفتیم. گفتم نرفتید کربلا؟ گفت نه. گفتم چرا؟
گفت وقتی ما خواستیم بریم، ما مثلا پنج نفر بودیم، هر کدوم یه کاری براش پیش اومد، منصرف شد، منم تنها شدم نرفتم. بعد گفتم حالا که من نرفتم کربلا پا برم مشهد. الله اکبر. رفتم مشهد محضر امام رضا، همچه که رسیدم پادر حمود در امام رضا، یادم آمد که این نامه شما تو جیبمه. گفتم آقا امام رضا، ما بنابود بریم کربلا نتونستیم بریم، این نامه را میدم به شما امانت، شما به عموتون برسونید. گفتم آقا مشکلم حل شد. من تا حالا مونده بودم فکری که چرا امام رضا فرمود نامه دادم به علی اصغر، حالا فهمیدم. پس شما کربلا نرفته این نامه را. اینا گفتم که مشکل دارا، اگه بچه مریض داری نامه را به علی اصغر بنویس، اگه دختر مریض داری، اگه کوچولو 3-4 ساله به رقیه بنویس، اگر بزرگتره به سکینه بنویس، اگه جوونت مشکل داره به علی اکبر بنویس، به قاسم بنویس. بابا راه توسل با فرج برای زندگی ما به خدا بازه. سید الشهدا سفینه نجات.